مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش باشه. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکن. این خلاصه مطلب. در تفسیر این مطلب خیلی حرف می شود زد. یکی این است که در انتخاب رهبر، رهبر آینده، ملاحظه خدا رو بکنید، احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودروازی ها رو بذارن کنار، خدا رو در نظر بگیرن، وظایف رو در نظر بگیرن، نیاز کشور رو در نظر بگیرن، بر این اساس رهبر انتخاب بشود. مهمترین وظیفه به نظر ما این مراقبت کنه. اگر چنانچه در این مرحله، در این وظیفه بزرگ، اگر چنانچه کوتاهی انجام بگیره، این دیگه در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد. این مهمترین مسئله است که بایستی مورد توجه قرار. داشت دیدی یه کسی برد بهش تواضع کنیم، اجازه بده. بله نه نمی کنیم انشاءالله که ما امیدمون خیلی بیشتر از این حرف هاست به خدا آوردیم. نکته بعدی، یک کلامه این برادر جانباز ما بنده کل سخنرانی ما میاد. خب اجازه بدید من خیلی طولانی شد صحبت، باید بله کاملا معلومه که اینها حرف دل شماست و همه آمدید که خب اجازه بدم دوستان من البته کاملا حق میدم، این اصلا بی‌نظمی نیست، این فوران اون احساساتی است که نمی از اون خودش رو نشون میده و خیلی طبیعیه. این تنفس حزب الله امروز که همین گونه است، این احساس درونیشونه که شاید اصلا